با تایید حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی، دیگه ایران تنها یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران نیست، بلکه به قتلگاه روزنامه‌نگاران هم شهره خواهد شد. دادگاه انقلاب زم رو به انواع اتهامات متهم کرده بود، از گرفتن پول از اسرائیل و راه اندازی کازینو جهت پولشویی گرفته تا معاونت گسترده در تخریب اموال عمومی. دادگاه نتونست هیچ کدوم از این اتهامات رو ثابت کنه و در نتیجه مجموعه ای از 13 اتهام رو به افساد فی‌الارض تبدیل کرد و اعدام. اتهام اصلی اون شاید تشویق مردم به اونچه اغتشاشات مینامند بود. هر اغتشاشات شما میگین اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. گزارشگران بدون مرز محاکمه زم رو ناعادلانه و مغایر با قوانین کشور و موازین حقوقی خواند. در صورت اجرای این حکم، ایران به تنها کشوری تبدیل میشه که در سالهای اخیر یک روزنامه‌نگار مخالف رو اعدام کرده. اما آیا حاکمان ایران از لکه ننگ اعدام روزنامه‌نگاران بر پیشونیشون ابایی دارن؟